فیلمی در مورد رد روم، جایی که بدترین بلا رو سر قربانی ها میارن و مردم پول میدن رو تماشا میکنن. گلاسیا سلام، امروز میخوام فیلم رد رومز محصول 2023 رو ببینیم که کشور کانادا تولیدش کرده و یکی از بهترین فیلم‌ها در مورد دارک وب حساب میشه. این فیلم بیشتر میاد در زمینه روانشناختی این قضیه عمل میکنه و خیلی حرفای قشنگی داره که آخر فیلم در موردش صحبت میکنیم. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های قشنگ شب باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلی فیلم یعنی کلیان رو میبینیم. نزدیک صبح و کنار خیابونی از خواب بیدار میشه. میفهمیم که میخواد توی دادگاه شرکت کنه و برای همین از شب قبل اینجا منتظره که یه موقع دیر نرسه. انگار خیلی این دادگاه مهمه و با ورود قاضی همه سر جاشون میشینن. متهمی به اسم لودویک شوالیه هم وارد میشه و توی محفظه شیشه قرار میگیره. قاضی هم جرم‌های این مرد رو اعلام میکنه. دزدیدن، رسوندن آسیب جسمی و روحی و در نهایت گرفتن جون 3 تا دختر نوجوان. همینطوری که دیگه از حکماش هم ضبط و پخش فیلم شکنجه های این دخترها توی دارک وب. کلیان و افراد دیگه هم که توی این دادگاهن اعضای هیئت جوری ان و باید رأی نهایی رو برای مرد صادر کنن. دادگاه به طور تخمینی قراره تا 2 ماه زمان ببره و قاضی از اعضای هیئت جوری میخواد همه تمرکزش رو روی پرونده بذارن تا عدالت اجرا بشه. اینم تاکید میکنه اگه کسی مشکل خاصی داره همین الان بره بیرون، چون مدارک جمع شده به شدت آزاردهندن و ممکنه تا ابد توی ذهنتون بمونه. حالا محاکمه شروع میشه و اول از همه مجرم یا همون لودویک میگه من بیگناهم. دادستان شروع به توضیح پرونده و مدارک میکنه. دادستان میگه این 3 تا دختری که میبینید یعنی جاستین، کمیل و کیم هیچ گناهی نداشتن. نهایتاً 16 سالشون بود و هر کدوم تو مدرسه از بهترین دانش آموزا حساب میشدن. اما لودویک همه چیزو نه تنها از خودشون بلکه از خانواده هاشون هم گرفت. لودویک روانی تو پارکینگ خونهشون یه رد روم ساخته بود. رد روم یه اتاق تاریک و ترسناکه. آدمهای فوق العاده خطرناک یه دونه توی خونهشون میسازن و از قربانی های خودشون اون تو فیلم میگیرن تا توی دارک وب به فروش برسونن یا باهاش یه بازی راه میندازن. لودویک هم همین کارو با این دخترها انجام داده بود. دادستان با ناراحتی ادامه میده که فقط یک بار اون فیلم ها رو دیدم و هنوزم نمیتونم درست بخوابم. تو اون ویدیو آقای لودویک اعضای بدن دخترها رو به شکل وحشتناک جدا میکرد، در حالی که یه سری آدم های عجیب و غریب پول میدادن تا اون این کارها رو انجام بده. محتویات درون بدنشون هم بیرون میکشید و تنها چیزی که میشنیدم صدای جیغ دخترها بود. بعدم میگه فقط ویدیوهای کیم و جاستین رو تونستیم به دست بیاریم و خدا رو شکر برای کمیل چیزی پیدا نشد. اون از همهشون کوچیکتر بود و اگه فیلمش رو میدیدم ممکن بود حتی جون خودم هم از دست بدم. حالا در مورد ویدیوها صحبت میکنه و میگه تعداد زیادی متخصص اونا رو بررسی کردن. خیلی چیزها مثل حالت دست، رنگ چشم و چیزهای دیگه‌ای که توی این ویدیوها معلومه همگی با لودویک مطابقت دارن. برای همین هم هیچ شکی نداریم که این روانی همه کارها رو انجام داده. نوبت به وکیل لودویک میرسه. اون توضیح میده ما هم به اندازه شما از دیدن فیلم‌ها عذاب کشیدیم. واقعا این جرم ناوخشودنیه. اما هیچ مدرک معتبری نیست که آقای لودویک محکوم شه و دادگاه صرفاً به خاطر چند تا حدس و گمان میخواد اونو محکومش کنه. در حالی که لودویک تا به حال هیچ جرمی انجام نداده و حتی موقع رانندگی هم جریمه نشده. توی همه فیلم‌هایی که مدرک جرم شناخته میشن، روانی که اون کارها رو انجام داده یه ماسک روی صورتش و دادستان پرونده فقط به خاطر شباهت رنگ چشم اون با آقای لودویک داره محکومش میکنه. مدرک دیگه یکی از موکل من رو کردید یه سری فیلم خیلی وحشتناک، از جمله فیلم همین دختراست که از کامپیوترش پیدا شده. اما هزار راه هست که یه نفر کامپیوتر رو هک کرده باشه و ویدیوها رو گذاشته باشه اونجا. همون روانی که میخواست انگشت اتهام رو سمت لودویک بگیره شاید این کارو انجام داده. وکیل اضافه میکنه اگه لودویک این کارها رو میکرد کلی پول از دارک وب به دست میآورد، اما حساب بانکیش همچین چیزی رو نشون نمیدن. شما هیچ مدرکی ندارید و من از هیئت جوری میخوام تا عدالت رو برای موکلم اجرا کنن. دادگاه امروز تموم میشه و بیرون اینجا کلی خبرنگار وایسادن. سعی میکنن با هیئت جوری مصاحبه کنن تا یه سرنخ گیر بیارن و این وسط دختری رو به اسم کلمنتاین میبینیم. کاملا مطمئنه که لودویک بیگناهه. اون معتقده دادستان داره برای لودویک پاپوش درست میکنه. کلیان هم میبینیم که به خونه خودش میره، یه آپارتمان لوکس بالای برج که نشون میده چقدر پول داره. یه کامپیوتر خفن هم داره که باهاش قمار میکنه. ترید ارزهای دیجیتالی هم انجام میده و علاوه بر اون کار مدلینگ هم میکنه. بعد اینکه یکم کار انجام میده میره همون و دوباره از خونه میزنه بیرون. به همون جایی میره که شب قبل خوابید و دلیلش هم اینه که راه خونش دوره و از طرفی هم اگه دیر برسه ممکنه پرونده کنار بذارنش. نزدیک صبحی که کلیان بیدار میشه و کلمنتاین رو جلوی خودش میبینه، همون دختری که موافق بیگناهی لودویک بود. یکم حرف میزنن و این میشه شروع دوستیشون. کلمنتاین مدام از لودویک و بیگناهیش به کلیان میگه، انگار میخواد اونم متقاعدش کنه که این مرد هیچ کاری انجام نداده.
دادگاه امروز هم شروع میشه و این بار مادر یکی از قربانی ها که اسمش کمیل بود میاد تا شهادت بده. خیلی به هم ریخته است و با ناراحتی توضیح میده دخترم روز گم شدنش یونیفرم مدرسه پوشیده بود. دادستان عکسی از لباسایی که تو خونه لودویک پیدا کردن نشون میده و مادر کمیل میگه اینا همون لباسای دخترم بودن. بعدم میگه دخترم دندوناش ارتودنسی هم کرده بود و سیم داشت. دادستان عکس دیگه ای از سیم دندونم نشون میده که اونجا پیدا شده و مادر تایید میکنه که برای دخترش بوده. هیئت جوری به شدت به هم میریزه، اما لودویک بدون هیچ تغییر تو چهرهش نشسته و عکس‌ها رو نگاه میکنه. موقع نهار استراحت شکل میگیره و کلین و کلمنتاین میرن رستوران. کلمنتاین همچنان توضیح میده که اینا همش پاپوش و لودویک کاری نکرده، حتی معتقد اون مدارک هم جاسازی شده یا برای کس دیگه ای بودن که عکسش رو آوردن اونجا. میفهمیم وضع مالی کلمنتاین هم خوب نیست و کلین پول نهارش رو حساب میکنه. شب که میشه کلین پای کامپیوترش رو شروع میکنه به جستجو در مورد این قربانی ها. انگار کار حکم بلده و به سادگی برای دیدن یه ویدیو از مصاحبه مادر کمیل آدرس خونهشون رو به دست میاره. بعدم از عکس تو اینترنت میفهمه که این خونه سیستم امنیتی هم داره. دوباره با یه سری هک ایمیل و پسورد مادرم به دست میاره و از ایمیل هاش رمز سیستم امنیتی رو هم پیدا میکنه. هنوز نمیدونیم دلیل این کارها چیه. کلین با تمام شدن کاراش لباس میپوشه و به یه استودیو میره تا کار مدلینگ بکنه. روز بعدی که دادگاه هم تعطیله، کلین تو خیابون و اتفاق کلمنتاین رو میبینه. میفهمه انقدر وضع مالی این دختر خرابه که توی خیابون میخوابه. واسه همینم اونو میبره به خونه خودش. با هم آشناتر میشن و کلمنتاین میگه من توی شهر دیگه زندگی میکنم. با اینکه وضعم خوب نیست، اما اومدم اینجا تا بتونم از لودویک دفاع کنم و نذارم علکی محاکمه شه. تلویزیونم روشن و یه رفع برنامه پخش میشه که در مورد همین پرونده صحبت میکنن. مجری ها لودویکو یه روانی میشناسن و بهش یه آلنه بد و بیراه میگن. همینم باعث میشه کلمنتاین با عصبانیت به برنامه زنگ بزنه. شروع میکنه فریاد کشیدن و میگه سیستم قضایی کشورمون افتضاحه. همیشه بیگناه ها میفتن زندان و الان هم همین قضیه داره پیش میاد. شما ما همتون بیمغزید و نمیفهمید چی کار دارید انجام میدید. مجری تماس رو قطع میکنه و با خنده رو به دوربین میگه خانم محترم شما دیوونه ای و حتما برو پیش یه روانپزشک. کلمنتاین هم میزنه زیر گریه و کلین میره سمتش رو بغلش میکنه. بعدم برای اینکه حالش بهتر شه میبرتش باشگاه آپارتمان که بازی کنن و دوستیشون عمیق‌تر میشه. چند روزی به همین شکل میگذره و توی یکی دیگه از جلسه های دادگاه دادستان میگه امروز قراره دوتا از فیلم هایی که از قربانی ها پیدا شده رو ببینیم. هر کدوم تقریبا نیم ساعت زمانشونه و یعنی لودویک نیم ساعت همه این دخترها رو به بدترین شکل آزار میداده. البته از اونجایی که خانواده قربانی ها دوست ندارن فیلم دخترها پخشه، دادستان میگه غیر از افراد خانواده بقیه از اتاق خارج شن و فیلم فقط قراره برای اونها نشون داده شه. کلمنتاین و کلین هم میرن بیرون اتاق و کلمنتاین خیلی عصبیه. انگار دوست داشته این فیلم ها رو ببینه و همش علای در سعی میکنه نگاهشون کنه. با نگرانی صدای فریاد دخترها رو هم گوش میده. انقدر فیلم ها بدن که مادر کمیل از دادگاه میاد بیرون و میزنه زیر گریه. در همین حال کلمنتاین انگاری مشتاقانه دنبال صدا میگرده و میگه دلم میخواد فقط یک بار صدای لودویکو بشنوم تا مطمئن شم که اون این کار رو انجام داده. یه دفعه کلین میگه تلاش نکن چون تو فیلم ها هیچ حرفی زده نمیشه. کلمنتاین شوکه میشه و میفهمه کلین این ویدیوها رو یه بار تماشا کرده. وقتی ازش این پرسه چطوری فیلم ها رو پیدا کردی، کلین میگه از دارک وب و توضیح دیگه ای هم نمیده. توی دادگاه هم یه نفر دیگه وسط تماشای فیلم قش میکنه. کلمنتاین شروع به التماس میکنه تا یه جور فیلم ها رو ببینه و کلین هم قبول میکنه. شب دو تا پای کامپیوترن و فیلم پخش میشه. کلمنتاینی که انقدر مشتاق بود چیزهایی میبینه که انگاری شوکه شده و کلی به هم ریخته. کلین لحظه که چشمای لودویک معلومه استوب میکنه. کلمنتاین دیگه داره باور میکنه مرد گناهکارو و با اینکه خیلی از دیدن فیلم اول به هم ریخته، ویدیو بعدی رو هم میذاره. با پایان فیلم‌ها به همون محل نزدیک دادگاه میان که دوتایی بخوابن. این بار کلمنتاین رفتارش عوض شده. حتی میگه من صبح میخوام برگردم شهرمون رو دیگه نمیتونم اینجا بمونم. مشخص که مطمئن شده لودویک گناهکاره. روز دادگاه بعدی رسیده و دادستان دوباره در مورد دارک وب صحبت میکنه. توضیح میده که مردم از مرورگر تور استفاده میکنن تا وارد دارک وب شن، در حالی که هدف اصلی این مرورگر فراهم کردن امنیت برای استفاده کننده هاشه، خیلی وقتا برای کارهای خلاف از جمله پخش رد روم استفاده میشه. ما هم باورم نمیشد که این اتفاق ها بیفته، اما توی چند سال اخیر دیدیم که چه برنامه های زنده توی این فضا پخش شد و اتفاقی چند تا از این رد روم ها رو هم مشاهده کردیم. بعضی از آدم های مریض می اومدن و به این برنامه ها با واریز ارز دیجیتال از اون شخص روانی میخواستن کارهای مختلفی با قربانیاش انجام بده و اونا با لذت نگاه میکردن. شب که میرسه کلین داره توی دارک وب میچرخه. یه دفعه با شخصی برخورد میکنه که مدعی فروش یه چیز خیلی با ارزشه.
هزینه‌ش هم خیلی بالاست و قراره یه مزایده برای خریدش انجام شه. کلین فعلا جوابی نمیده و چند روزی میگذره. کلمنتاین هم به شهر خودشون برگشته. یه دفعه خبر بدی به کلین میرسه، اینکه از کار مدلینگش اخراج شده، چون فهمیدن این دختر توی سایت ها قمار میکنه و یه نوع اعتیاد پیدا کرده. برای همینم از اونجا انداختنش بیرون. کلین به هم میریزه و روز دادگاه بعدی یه دفعه کار عجیبی انجام میده. اول موهای خودشو بلوند میکنه، میره توی دادگاه و یواشکی لنز میذاره، یه سیم دندونم میذاره توی دهنش و کاملا شبیه اون قربانی یعنی کامل شده. مردم یه دفعه این صحنه رو میبینن و کلی عصبانی میشن و پلیسان میخوان بنزنش بیرون، اما قبل رفتن با لودویک چشم چشم میشن و برای هم دست تکون میدن. این اولین بار که لودویک یه کاری انجام داده و لبخند میزنه و انگار از دیدن یکی شبیه قربانیش واقعا ذوق کرده. این کار باعث میشه یه مدرک محکم دیگه به وجود بیاد که لودویک بلای مشابه بقیه قربانی‌هاش سر کامل آورده. اما از طرف دیگه همه جا عکس کلین پخش میشه و همه رسانه‌ها اونو دختر دیوونه خطاب میکنن. حتی همکاراش و دوستاش هم باهاش رابطه رو قطع میکنن و کلین دیگه واقعا هیچ کس رو نداره. حالا که همه جا بریده وارد دارک وب میشه و به اون شخص ناشناس میگه من حاضرم تو مزایده‌ای که گفتی شرکت کنم. اونم بعد گرفتن یه سری اطلاعات زمان و آدرس سایت رو بهش میده. بعدم یه کدی رو براش میخونه که باید مرور ورود به سایت اعلام کنه. شب بعدی و زمان مزایده میرسه. کلین همه ارزهای دیجیتالش رو جمع میکنه تا بتونه شرکت کنه. با کد ورودی که گرفته وارد سایت میشه و خوشگش میزنه. چیزی که داره مزایده میشه فیلم آخرین قربانی لودویک یعنی کامیله. کلین میفهمه این مزایده خیلی قرار سخت باشه و خیلی حاضرن صدها بیت کوین خرج کنن تا این فیلمو بخرن. برای همینم سری دست به کار میشه و همزمان با مزایده توی دارک وب قمار میکنه. میخواد تا جایی ممکن پول خودشو بیشتر کنتش. این در حالی که کلی آدم هم توی مزایده شرکت کردن و تو کمتر از چند دقیقه بالاترین پیشنهاد به حدود 600 هزار دلار میرسه. کلین تو آخرین شرط بندیش اونقدری حرفه‌ایه که همه بیت کوین هاشو شرط میبنده. برنده هم میشه و حالا نزدیک 21 بیت کوین یا حدود 1,200,000 دلار پول داره. زمان مزایده داره تموم میشه و کلین حدود 16 بیت کوین رو میذاره وسط، اما بقیه باز بالاتر شرط میبرن و چند لحظه پایان مونده. کلین 21.5 بیت کوین پیشنهاد میده، همه داراییش، و شانس خوبش برنده هم میشه. از خوشحالی با لابهایی میپره و خیلی ذوق زده است. همین که فایل براش ارسال میشه سری دانلودش میکنه و با خوشحالی میبینتش. در حالی که صدای وحشت کامل شنیده میشه و مشخص لودویک داره بدترین کارها رو باهاش انجام میده، لبخند روی صورت کلین هم همچنان برقراره. با پایان فیلم از خونه میره بیرون. خیلی محتاط و جوری حرکت میکنه که هیچ دوربینی صورتش رو نگیره. یواشکی خودش رو به خونه پدر و مادر کامل میرسونه و با رمز ورودی که همون اول پیدا کرد میره داخل. به اتاق خواب میره و یه فلش بالا سر مادر میذاره. فلش که معلومه فیلم کامل داخلشه. روز بعدی گزارشگری میبینیم که خبر میده لودویک به کارهاش اعتراف کرده. انگار مادر کامل اون فلش رو برده دادگاه و توی فیلم آخر قیافه لودویک به وضوح معلوم بوده. وقتی این روانی فهمیده راه فراری نداره به همه چیز اعتراف کرده. دادگاه هم براش حکم حبس ابد میبره. سکانس آخر کلمنتان رو توی برنامه تلویزیون میبینیم. به مجری میگه من با دیدن عکسای لودویک فکر میکردم بیگناهه، اما فهمیدم چقدر عوضی و الانم دارم سعی میکنم تا از یاد ببرمش. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. با پایان فیلم باید چند تا چیز مورد بررسی قرار بدیم. اولین چیزی که میخوام ازش حرف بزنیم پایان بندی فیلمه. در مورد پایان فیلم چند تا حرف مختلف زده میشه. یکی اینکه خب همون برداشت عادی خودمونه، یعنی اون روانی به کار خودش میرسه، کلین هم میره دنبال زندگیش، کلمنتاین هم بالاخره حالش خوب میشه و به زندگیش میرسه. اما خب به نظرم این خیلی ساده است برای یه همچین فیلم روانشناختی که نمره 100 توی رادن دومینتوس به خروج اختصاص داده. همین هم ما رو میرسونه به برداشت دوم. برداشتی که میگه کلین یا همون کلیه خودمون با اون روانی اصلیمون همدست بودن. برای همین هم هستش که وقتی کلین اون آرایشو میکنه، اون لباسا رو میپوشه و میره توی دادگاه، انقدر چشم و روانیو میگیره و در آخر فیلم هم حاضر تمام چیزهاشو وسط بذاره، تمام دارایی‌هاش، تمام بیت کوین‌هاش رو میده تا اون ویدیو رو بگیره. شاید به خاطر اینکه می‌خواد چیزی رو از اون ویدیو پاک کنه و بعد در اختیار پلیس‌ها قرار بده. این خب با یه سری چیزام جور در میاد. کارهایی که کلی می‌کردش دیدیم صبح شب چقدر توی اینترنت دارک وب می‌چرخید، هکر بودش، خیلی کارهایی رو انجام میداد که از منطقه یه آدم بی خطر کاملا دوره. وقتی در مورد نقدهاش می‌خونم خیلی‌ها در مورد این قضیه اتفاق نظر داشتن و همه می‌گفتن که این کلین قطعاً یه دست تو قضیه داشته، از همون رفتارهایی که کاملا یه آدم اجتماع گریزه یا همون رفتارهایی که حتی با اون دوست جدیدش یعنی کلمنتاین انجام میده خیلی عجیب بودن. و میرسیم به برداشت سوم.
فیلمنامه‌مون. توی این گفته میشه که کلیان همرده با همون قاتل روانی مونه. از چه نظر؟ از این نظر که هر دوشون کلی مشکلات روانی دارن، کلی مشکلات عجیب و غریب توی زندگیشونه و بی توجه به اونها فقط میخوان به خواسته خودشون برسن. کلی تمام داراییشو که سالها براشون وقت گذاشته بود و صرف همون ویدیو دارک وب کرد. چرا؟ به خاطر اینکه از وقتی درگیر این جریان شد، هر لحظه بیشتر شیفته این روانی داشت میشد. به حدی رسید که حاضر بود تمام زندگیشو بده تا یکی دیگه از هنرهای این مرد ببینه. همون بلایی که سر اون دختر بیچاره آورده بود. کمیل تنها کسی بودش که هیچ کس نمیدونسته برای سرش اومده و حس میکرد که اگر این کارو انجام بده به یه آدم خاص تبدیل میشه. اما خب وقتی که دید واقعا چه اتفاقاتی افتاده، شاید تغییر کرد، شاید یکم به خودش اومد و برای همین ویدیو رو به دست پدر و مادر اون رسوند، یا شایدم بعد از اینکه فهمید چقدر این آدم خفن و بیشتر از قبل شیفته شد، خاص هنرش رو تمام مردم دنیا ببینن، برای همین ویدیو رو در اختیار مادر کمیل قرار داد. خلاصه که هر کدوم این برداشت‌ها رو نگاه بکنید، به اندازه خودشون واقعا به نظرم دردناک و عجیبه. هر کدومشون یکی از نوبوخ‌های این فیلمو نشون میده و به نظرم تو هر سه تا هم میشه بررسیش کرد، به خاطر اینکه توش هم داشت در مورد این مشکلات روانی و بحث روانشناختی این جریان صحبت میکرد، هم داشت در مورد تنهایی این دختر حرف زد که حاضر به بیرون مرد تنهایی شکارهایی انجام بده یا ممکنه دست به چه حرکتهایی توی دارک وب بزنه، هم داشتش در مورد همون جنایت‌های کلا دارک وب صحبت میکرد، اتفاقایی که توی رد روم ها میفته. و جالبه بدونی که این رد روم ها واقعا هستن، یعنی شما اگه اهل دارک وب باشید یا حداقل توی همین یوتیوب دنبال ویدیوهاش بگردید، هزاران هزار چیز مختلف پیدا میکنن که همینو ثابت میکنن. البته روش کار این رد روم ها یکم فرق داره. اول از همیان چند تا قربانی توی سایت میذارن و این آدم های بیشرف و عوضی که فقط پول دارن میان سر این قربانی ها شرط میبندن، هر کی بیشترین پول برش داده بشه اون طرف میره میدوزتش، میارتش اونجا. حالا میرسه مرحله دوم، دوباره همین عوضی ها میان توی لایو طرف بهش پول میدن که هر کاری دلشون میخواد با طرف انجام بده، حتی بعد از اینکه کار طرف تموم میشه هم باز بهش پول میدن که جنازه رو چیکار بکنه، و تو بعضیاشون هم میان حتی قسمت های مختلف بدن طرفو به فروش میذارن. یعنی انسانیت کلا توی دارک وب از بین میره. بازم همونطوری که تو خیلی از ویدیوها گفتم در مورد این قضیه، تکرار میکنم که به هیچ وجه وارد این داستان نشید، اصلا نرید سمت دارک وب. این حرفایی که میزنی وقتا شما رو مشتاق میکنم بهشون توجهی نکنید، چون ممکنه یه لحظه همه چیتون رو از دست بدید. یعنی همون که وارد یکی از سایت ها میشید ممکنه تمام اطلاعاتتون بره برای طرف و ندونید که چه اتفاقهایی ممکنه براتون بیفته، و خب کسی هم نمیتونه جلوشون رو بگیره به خاطر اینکه هیچ ردیابی نمیشه، و حتی اگه هزاران نفر وقت بذارن سرش که بخوان شما رو ردیابی کنن، مدام میره به کشورهای مختلف و بازم بهتون نمیرسه. برای همینم هستش که هیچ دولتی نمیتونه جلوشو بگیره و تمام تراکنش‌ها از طریق بیت کوین و ارز دیجیتاله که خب میدونید اونام ردیه خورشون به جا نمیذارن. ببخشید زیاد حرف زدم، فیلمش به نظرم جا داشت که این صحبت‌ها رو بشنوید. مراقب خودتون باشید. یه ویدیو هم توی کانال گذاشتم که داستان سهراب و سایه بود، یه داستان تراژدی که به شکل موسیقی خونده شده، امیدوارم اونم ببینید و اگه خوشتون اومد یه کامنت براش بذارید. آخر فیلم لینکشو میذارم. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.